به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه سلام. سبد سبد گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان میکنم. چی حال احوال دارین؟ خوب هستین؟ شما مادر عزیز، شما پدر گرانقدر، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ امید دارم که از کار و بار زندگی خسته و ماندن نباشین و با یک قلب پر از صفا و صمیمیت امروز بیننده برنامه روشنا باشین. خب شما عزیزان بیننده خوش آمدید میگم به یک یک شما عزیزان. همه شما عزیزانی که بیننده برنامه روشنا هستین، امروز هم از شما عزیزان میخواییم که بیننده برنامه باشین، به خصوص شما مادران و خواهران عزیز، شما دختران جوان. اما چرا گفتم خاص شما دختران و خواهران عزیز؟ فرق نمیکنه، همه اعضای خانواده عزیز همیشه گرد هم هستن و بیننده برنامه روشنا. اما شما عزیزان، دوست دارم که امروز زیادتر توجه کنین به برنامه ما. چرا که اگر میخواین که در زندگیتان همیشه پر از موفقیت باشین، پر از رشد باشین، یعنی رشد کنین در زندگیتان، آرامش داشته باشین، خانوادهتان مستحکم باشه، عفت و حیا داشته باشین، امروز بیننده برنامه ما باشین. چرا؟ چون میخواییم بگویم برایتان که اسلام دین کامل و جامعی هست و برای ما و شما یک برنامه زیبای ریخته، حتی برای پوشش ما و شما. پس موضوع امروز ما در رابطه با حجاب هست. عزیزان بیننده، بسیار خوشحال میشیم که در این زمینه با ما در ارتباط باشین و سوالات خودتان را برای ما ارسال کنین. منتظر شما عزیزان هستیم که با ما در ارتباط باشین. بعد از میان برنامه نمبر واتساپی را برای شما عزیزان بیان میکنم. منتظر کارشناس برنامه هستیم که در استودیو تشریف بیارن. پس بعد از یک وقفه و میان برنامه، کارشناس محترم وارد استودیو میشن و گفتگو را همراهشان آغاز میکنیم. همراه ما باشین عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا، من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و ثواب را می جویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا، تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم، پس ای خدای شنوا، سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر، که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم و غم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر برخم نموده ای و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفته و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمت‌های بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او
شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش و لطفش پدیدار است و دست عنایتش و جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. خب عزیزان بیننده و دوستداران برنامه روشنا، باز هم همراه شما هستیم و شما را بسیار خوشحال هستیم که همراه خود میبینیم و اما در استودیو خواهر خوم خانم عالمی عزیز را داریم و هم حتما برای شما از آن سوال است که ما روز سه‌شنبه که همیشه با خانم دکتر رضایی بودیم، امروز با خانم عالمی هستیم. بله، یک جا به جایی صورت گرفته. خواهر خوب خانم عالمی روزای سه‌شنبه کارشناس ما هستند و در ادامه صحبت و گفتگوی حجاب و پوشش همراه ایشان هستیم و خانم دکتر رضایی در روزهای دوشنبه کارشناس برنامه خواهند بود. اما میریم و خانم عالمی عزیز را میبینیم و سلام علیکی میکنیم خدمتشان. سلام خانم عالمی عزیز و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان عزیز. بسیار عالی، خوش آمدید میگم به شما. و ای که خانم عالمی، یعنی شما در روزهای چهارشنبه در رابطه با حجاب و پوشش صحبت های زیاد داشتین در هفته های مختلف با بیننده های عزیز ما. ما امروز هم در ادامه همون صحبت ها در ادامه همون صحبت های چالش های حجاب هستیم. و ای که خب برحال سوالات زیادی هست که میخواییم همراه شمایی را در صحبت بگیریم برای بیننده های محترم ما. اولی صحبت و گفتگوی ما که میخواییم از شما داشته باشیم این موضوع است که خانم عالمی عزیز، ببینید مثلا ما همیشه میگیم که هر چیزی را که مانع شویم ما خب حریص‌تر میشن، درست است؟ مثلا یک چیزی را که آدم محدودیت قرار بده یا ای که موانع ایجاد کنه، خب فرض میکنن که وقتی که این موانع زیاد شد انسان حریص‌تر میشه، ولی هر چقدر که آزادتر مانده شوه دیگه حساسیت نسبت به او کمتر میشه، بخصوص در جوامع غرب که مثلا میبینیم که آزادگی هست، مثلا حجاب کمتر هست، خب میبینیم که احساس میکنن که دیگه اشباه شده است و حساسیت کمتر است. آیا این نظریه ها واقعا درست هست به نظر شما؟ اندیشمندان اسلامی یک جمله دارن، یک ضرب المثل دارن که میگن الانسان حریص علی ما منع، که البته بسیار از افراد تصور میکنن که این یک آیه یا یک روایت هست، اما یک ضرب المثل هست که بین دانشمندان اسلامی هست و دقیقا همین معنا را داره. یعنی هر چقدر که انسان در معرض قرار بگیره بیشتر حریص‌تر میشه، یعنی انسان حریص‌تر میشه وقتی که در معرض هر چیز قرار میگیره. ولی این من وقتی او را منع میکنی از هر چیزی، او حریص‌تر میشه. عذرخواهی میکنم، یعنی هر چقدر انسان را منع میکنه از یک موضوع یا قضیه یا مسئله ای، انسان به او حریص‌تر میشه، یعنی ترغیب میشه به سمت او. ما میخوایم بگیم که این من چطور منعی هست، یعنی هر نوع منعی باعث میشه که انسان به سمت او منع کشیده بشه و ترغیب بشه. دوست. یعنی آیا اگه اینطوری باشه، خب پس ما افراد اگر دچار اشتباه بشن یا یک رفتار ناشایست یا غلطی بشه، ما نباید اونها رو هیچ وقت منع بکنیم. یعنی همه منهای طوری این خاصیت رو داره. یا تصور بفرمایید که یک شخصی، ما میگیم که در فلان ظرف یک مقدار سمی هست، اگر شما از او سم بچشین، اگر او ظرف رو از او استفاده کنین، ممکن است دچار مسمومیت یا مرگ بشه. آیا این شخص، این من را باعث میشه که این من باعث میشه که این شخص به سمت او ظرف سم ترغیب بشه؟ یعنی بیشتر حریص بشه؟ مسلمه اینطور نیست. اینطور نیست که همه منها این خاصیت را داشته باشه که انسان به سمت او منع شده ها، اون عواملی که منع شده، اینها حرص و ترغیب داشته باشن. البته شرط داره، یعنی شرط داره. شرطش این هست که
او چیزی که ما فرد رو ازش منع میکنیم دو خاصیت داشته باشه. یکی اینکه محرک باشه، یکی اینکه نسبت به او چیزی که از اون منع شده باشه او اولندش گفتیم نسبت به او تحریک شده باشه، و یکی اینکه اون چیزی که از اون منع میشه نسبت به او حساسیت داشته باشه. به طور مثال شما یک خب همین بحث حجاب رو حالا ما مثلا مثال میزنیم. خب وقتی که به یک مرد مثلا گفته میشه که خب شما حق ندارید به سمت زنها نگاه کنید، خب اینها ممکن هست حالا در جامعه خب وارد بشه بگن که خب هر زنی رو ببینن ممکن است این حالت منعی که به او گفته شده خب ممکن است این رعایت نکنن و بگن که خب ما را نگاه کنیم ببینیم زنها چه شکلی هستن. خب این ممکن است حالا در این حد باشد. آیا این میزان حساسیت به چقدر هست؟ این میزان این که شخص نسبت به این منع شده ترغیب پیدا میکنه به چه شکل هست؟ آیا ما مثلا وقتی میگیم که حجاب باعث میشه که مردان بیشتر حریص بشن، این دقیقا به چه نحو هست؟ اون چیزی که خب شما فرمودین استدلال کسایی که خب از این جمله استفاده میکنن برای اینکه خب آزادی جنسی و افراد رو روابط اجتماعی رو در اجتماع بخوان توجیه کنن، استدلالشون هم کشورهای غربی هست که میگن که خب در غرب چون افراد آزاد هستن به هر شکل و پوشش و ظاهری که اونها دوست دارن در جامعه ظاهر بشن و این باعث میشه که خب مردها خیلی او حرص و ولع نداشته باشن، چرا که چشم دلشون پر میشه و اینها دیگه به دنبال این نیستن که همیشه به دنبال زنی باشن و اونها رو همیشه به دنبال دیدن زنان باشن. درسته؟ این ممکن است تصور کسایی که توجیه میارن این باشد، اما آیا واقعا همین تمام قضیه همین هست که فقط مردها چشم دلشون سیر میشون و در جامعه و هیچ اتفاق دیگری نمیفتد و قضیه حل میشه و واقعا هیچ مشکلی دیگری وجود ندارد؟ ما این را رد میکنیم، چرا که اون چیزی که ما در مقابل حجاب داریم غریزه مردها هست، یعنی غریزه یک خاصیتی هست که در فطرت انسان وجود دارد. یعنی هر چقدر که ما بتوانیم جامعه رو تغییر بدیم غرایز رو نمیتوانیم سرکوب و نابود کنیم. بله. میگم در فطرت هست. در فطرت انسان هست. بله. شما تصور کنید که خب یک شخصی را خب ما همین در غرب رو ما مثال میزنیم. همین مثال غرب رو ادامه بدیم. شما در غرب میبینید که خب مردها وقتی زنهای برهنه و سر بدون روسری رو وقتی میبینن اینها خب هیچ گونه احساسی ندارن. درست هست. بله. همینطور هست. اونها هیچ واکنشی نسبت به این صحنه ها و این زنان ندارن. آیا واقعا اینها این روش یک سیر طبیعی که انسان هست؟ یعنی یک انسان، یک مردی که غریزه در او وجود داره، اون حالت لذت بردن از زن خب در این مرد هست. آیا چرا باید او از دیدن یک زنی که زینت های خودش رو به نمایش گذاشته و نباید یه حسی داشته باشه، نباید تحریک بشه، نباید این حس طبیعی رو داشته باشه؟ این باعث میشه که خب این شخص خب درست هست که به ظاهرن چشم و دلش سیر هست، اما در اصل او غرایز فطری او سرکوب شده. اینجا دیگه او بر اساس اون غرایز طبیعی خودش پیش نمیره. چرا؟ چون که او زنان خب در جامعه زیاد هستن، اینقدر برهنگی هست که اونها دیگه پاسخگوی نیاز اون نیست. یعنی اون نیاز در اون فرد هست، اون نیاز اصلی غریزی در فرد هست، اما اون چه که او در جامعه با او مواجه میشه یک نوع سرکوب اون نیاز هست. سرکوب نیاز هست که این نیاز باز ممکن هست در جای دیگه و به شکل دیگه ظهور پیدا کنه. اینطور نیست که این نیاز بلکل از بین بره، این شخص دیگه اصلا به هیچ عنوان این همچین نیازی رو نداشته باشه. بنابراین این یک تصور اشتباهی است که ما وقتی میگیم که یک شخصی را از
یک مردی را منع کنیم از اینکه خب این زنان رو نبینه، بنابراین این دیگه برای همیشه این شخص همیشه این حرص و ولع رو داره. ولی اگر او را زنان رو برای او به نمایش بگذاریم، او آزاد باشه که هر شکل و هر ظاهری از زن را که میلش میکشه اوها رو ببینه و برای همیشه روحیش اشباع بشه و دیگه هیچ نیاز و میل نداشته باشه، چرا که همونطور که گفتیم این نیاز جنسی و این غریزه یک نیاز فطری هستن و همیشه با انسان همراه هستن و تحت هیچ شرایطی نمیشه گفت که این شخص برای همیشه او نیاز را از دست داده و قطعا یک جای دیگه این بروز و ظهور خواهد کرد. در کجا بروز میکنه خانم عالمی عزیز؟ مثلا ما الان که مثلا میگن که به نحوی دیگه بروز میکنه، مسلما من اتو احساس میکنم که او به هر حال مثل یک عقده در دلها میمونه و بعد از او حتی خدای نکنه به خودکشی ها یا حتی به خشونت ها منجر میشه، یا حتی مثلا بسیار قتل هایی که مثلا آدم مثلا شاهد میشه یا حتی شنیده شده، بسیاری بسیاری از مسائل ها و مشکلات روحی و جسمی آیا به همین من چیزها منجر میشه؟ یه چیز دیگه هم مدنظر قصد همینطور خواهد بود. شخصی که به صورت طبیعی باید نیازهایش برطرف بشه، حالا او حالت طبیعی از او گرفته شده، این شخص ممکن هست دچار اختلالات جنسی بشه، یعنی به هر حال او غریزه جنسی در او وجود داره، بله، اما با این شکل طبیعی او دیگه نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه، دیگه نمیتونه او حالتی که خب ما شاید در جامعه خودمان داریم، ما غرب رو مثال میزنیم به طور، چرا که شاهد این ماجرا الان کشورهای غربی هست، یعنی ما در کشور غربی میبینیم که ازدواج بسیار کمرنگ شده. چرا؟ علتش هم همین تا هست، همین آزادی جنسی هست، همین عدم پوشش و حجاب زنان و این بی‌حیایی که در کشورهای غربی وجود داره. اینها نتیجهش چی شده؟ این شده که ازدواج کمرنگ شده، چرا که زنان و مردان هیچ رغبتی به همدیگه ندارن. وقتی رقابت نداشته باشن و هیچ وقت با هم دیگه هیچ گونه کششی نداشته باشن، خب اینها ازدواج در بین اونها کمرنگ میشه و رو می آورن به ارتباط های نامتعارف، ارتباطاتی که هیچ تناسب و سنخیتی با فطرت و روحیه انسان نداره. و این ارتباطات ممکن هست متنوع تر بشه. چرا؟ چرا که او حالت عادی خودش رو خب از دست داده، وقتی که از حالت عادی خودش خارج شد دیگه اینها میرن به سمت و سوهایی که انتها ندارن، یعنی ممکن است اینها هیچ وقت، چرا که روحشون هیچ وقت راضی و اقناع نمیشون. بله، ولی در محیطی که ما وقتی تصور کنید که زنان همه پوشیده باشن، حجاب داشته باشن، واقعا مردان چقدر امنیت دارن، هم اینها امنیت دارن و همین که اون غرایز جنسیشون به صورت طبیعی پاسخ گفته میشه. یعنی یک مردی که در یک جامعه داره زندگی میکنه که زنان او عفت داشته باشه، حیا داشته باشه، قطعا نیازهایش کاملا از هم روش های طبیعی برطرف میشه. دقیقا، بله. متاسفانه خب این هیچ ربطی به این نداره که بخوایم ما بگیم زن را در جامعه آزاد بذاریم تا مردها چشم دل، این یک نوع ظلم هست. دقیقا، هم مایه آرامش برای مرد و هم مایه امنیت برای زن میباشه. یعنی واقعا ما دین ما نه، یعنی چطور میتونم بگویم که نمیگیم که ایره که مثلا بی خود نمیگیم که مثلا دین اسلام یک دین کامل، یک دین جامع، یک دین است که همه مسائل های زندگی را یعنی برنامه ریزی کرده برای ما صادر کرده، خب به واقعیت ثابت شده و میفهمیم و میبینیم که چقدر دقیق است، چقدر حساس است در نسبت به هر موضوع. حالا خب موضوع حجاب و پوشش هم خب یکی از همون است. قطعا همینطور خواهد بود. وقتی قانون حجاب در جامعه وضع میشه، بله، خداوند متعال تمامی این جوانب رو در نظر گرفته، زن رو پوشیده، گفته که باید پوشیده باشه، چرا که باید خانواده مستحکم باشه و از اون طرف
وقتی ما میگیم که مردها باید در جامعه اینها کمتر حریص باشن، خب کمتر هم زمینه حرص و ترغیب اونها رو باید فراهم کرد. بله. این یکی از حالتهایی که گفتیم ما میگیم که وقتی مرد رو منع میکنن، اینکه وقتی کمتر عوامل تحریک کننده در جامعه باشه، خب اینا واقعا اینطوری هست که مردها هم کمتر تحریک میشن. شما هر چقدر حتی اگر اون حالت رو در نظر بگیم که احساسات اینها حتی اگر کشته نشده باشن، هر چقدر که زنان در جامعه خودشون رو بیشتر عرضه کنن، مطمئنن از اون طرف تقاضا هم بیشتر خواهد بود. چرا که خب تا زنان خودشون رو عرضه نکنن در جامعه، مطمئنن از اون طرف هم مردها کمتر به سمت کشته میشن. بله. و این مسلماً یک بله رابطه دو طرفه هست و 100% تأثیر خواهد داشت. بله. هر چقدر خانم ها در جامعه پوشیده تر و عفیف تر باشن، مردها هم از این طرف در آرامش کامل میتونن به کار زندگی و کمتر حریص میشن برسن. و واقعا بله. کاملا این یک رابطه عکس داره. دقیقاً رابطه عکسی داره. بله. اینطور نیست که مردها رو که وقت بگم که خب شما چون حق ندارید که به زنان نگاه کنید، پس اینا حریص تر میشن، بگن که آره خب نه، ما پس باید ببینیم. وقتی در جامعه عوامل تحریک کننده کمتر باشه. بله. دقیقاً. بسیار خوب. از زن بیننده، نمبر واتساپی ما مثبت 964-780-255-4013. همیشه گفتیم برای شما عزیزان که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. سوالات، پیشنهادات، انتقادات و هر سوالی که دارین میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. منتظر تماس های شما، پیام های شما عزیزان هستیم. و اما ای که خانم عالمی، به حال موضوع حجاب، پوشش و چالش های حجاب یک مبحث بسیار گسترده و یک مبحثی است که جای بسیار بسیار بحث و صحبت داره و به خاطر همین حساسیت هایش هست. چرا که ما اگر در جامعه بخوایم که یک جامعه موفق داشته باشیم، یک جامعه ای که در او همیشه پیشرفت وجود داره و به دنبال او خانواده که یک نهاد کوچکی از یک جامعه هست، اگر بخوایم یک خانواده موفق داشته باشیم، یک خانواده ای که در او همیشه پیشرفت وجود داره، استعدادها پرورش پیدا میکنن، خب باید همین مسائل رو ما مد نظر بگیریم که یکی از اونا همین حجاب و پوشش هست که باعث موفقیت خانواده و جامعه میشن. و اما یک سوال دیگه که اینجا مطرح است خانم عالمی، ببینیم مثلا ما در زندگی مثلا همیشه کسایی داریم در خانواده خود که در او اعتماد وجود داره. مثلا ما با هم ارتباط فامیلی داریم، رفت و آمدها داریم، اعتمادها ساخته شده بین ما و اون، ولی بازم لحاظ احکام شرعی ما گفتن که اونها نامحرم هستن و باید حفظ شده او پوشش و حجاب. درست؟ مثلا به عنوان مثال، مثلا شوهر خواهر یا شوهر خاله یا شوهر عمه، اینا مثلا کسایی هستن که ارتباطات فامیلی وجود داره، رفت آمد هست، به حال ما میشناسیم اونا را و اعتماد وجود داره، ولی خب باز هم علاوه احکام شرعی چرا مثلا گفته شده که باید این حجاب ها و پوشش ها حفظ شود؟ بله، اینجا بحث محرم و نامحرم پیش میاد که از قوانین خداوند متعال هست و خداوند متعال وقتی که قوانین را برای ما وضع میکنه، در او مصالح و مفاسد را حتما وجود داره، یعنی مصالح و مفاسد را در نظر میگیره. هر نهی که از سمت خداوند متعال برای ما گفته شده، در او حتما مفسده ای بوده و هر امری که خداوند به ما واجب کرده یا مستحب کرده، حتما و قطعا در او سعادتی وجود داره. شما تصور کنید وقت خداوند متعال برای ما روزه و نماز رو واجب کرده، خب در این چی نهفته شده؟ بله، چیزی بله. هست جز سعادت و قرب الهی برای ما؟ یعنی برای ما قطعا اینها سعادت می آوره و از اون طرف عوامری وجود داره که ما رو از اونها نهی کرده. بله. یکی از این مسائل بحث محرم و نامحرم هست. که چه کسایی بر ما محرم هستن و چه کسایی بر ما نامحرم هستن. قطعا در این قانون محرم و نامحرم هم
یک مصالح و مفاسدی گنجانده شده بله. که چرا یک سری افراد برای ما محرم هستن و یک عده نامحرم هستن. ما که قبول داریم 100% که تمام احکام های اسلامی که صادر شده همه و همه خرد و بزرگ کل از اونای به خاطر یک سری از مصلحت ها و واقعا حکیمانه هست، ولی که به هر حال ما جزئیات او را میپردازیم. خب بسیار خوشحال میشیم که شما این موضوعات به صورت جزئی توضیح بدین برای بینندگان. ممکن هست همین حکیمانه بودن رو شما که فرمودین برخی از حکمت ها را خب ممکن است با عقل ما خب سازگاری داشته باشه و ما بتوانیم اون حکمت ها را درک کنیم. بله. ولی بسیار از حکمت ها هستن که عقل ما محدود هست و ما اون حکمت ها را نمیتونیم درک کنیم. اما بحث محرم و نامحرم چطور هست؟ خداوند متعالی یک عده افراد را برای ما محرم کرده و یک عده را نامحرم. قطعا در این محرم و نامحرم بودن افراد حکمت هایی هست. بله. یکی از این حکمت ها همین بحث پوشش و حجابی هست که افراد محرم نسبت به همدیگه خب آزادتر و راحتر هستن و افرادی که با همدیگه نامحرم هستن خب در محدودیت قرار دارن. یعنی یک شخص، یک خانم، یک دختر یا یک مردی که به یک دختر نامحرم هستن، اینها پوشش های خاصی رو در مقابل همدیگه دارن. اما کسایی که محرم هستن خب قطعا به خاطر او رفع اسر و حرجی که بین افراد وجود دارن، اینها خب از پوشش راحت تری در بین همدیگه و روابطشون کلا راحت تر هستن. و یکی دیگر از این حکمت فلسفه و فلسفه ای پوشش و حجاب داشتن در مقابل محرم و نامحرم چی هست؟ یکی از فلسفه‌اش همین تحریک پذیری نامحرم هست نسبت به محرم. که خب کسانی که بر ما نامحرم هستن، خب اینا وقتی که زینت های یک زن را ببینن ممکن است خب تحریک بشن. این خیلی واضح و روشن هست. ولی این حالت تحریک پذیری هم نمیتونه خودش یک دلیلی باشه برای که افراد به هم دیگه محرم هستن یا نامحرم هستن، چرا که همین حالت ممکن است بین محرم ها هم پیش بیاد. این یک گاهن مواقعی پیش آمده که یک زن ممکن است با پوشش خودش، با او نمایان کردن او جاذبه های خودش، حتی محرم های خودش نظیر فرزندان خودش یا محرم های دیگر را به گناه بندازن، که همین هم برای زن خب یک محدودیتی وجود دارد. بله. که بالاخره در مقابل محرم های خودش هم گاهن باید زینت های خودشون را نمایان نکنن. بنابراین صرف فقط بحث تحریک شدن نیست، حکمت های دیگری هم وجود داره که برای محرم و نامحرم بره. و این او برمیگرده به روابطی که اینها بین همدیگه وجود داره. شاید ما در تصور کنیم که در اول خب این کسانی رو که ما با اونها در ارتباط هستیم، کسانی که شما مثال زدیم مثل شوهر خاله و شوهر عمه و داماد خانواده، اینها کسایی هستن که خیلی به ما نزدیک هستن. بله بله. خیلی به ما نزدیک هستن، ولی ما چرا به اونها نامحرم هستیم و چرا ما باید حجاب و پوشش داشته باشیم؟ پوشش خودمون داشته باشیم. یکی از این مسائل برمیگرده به اون روابط سالمی که بین خانواده ها باید وجود داشته باشن. اینا شما اگر بخواید با اقوامتون رابطه داشته باشی، یکی از مسائلی که باعث میشه که این روابط پایدار باشه و خود خانواده هم او استحکام و انسجام خودش حفظ کنه، همین بحث پوشش هست. اگر پوشش و این مسائل حجاب بین محرم و نامحرم در اقوام در فامیل رعایت نشه، قطعا ممکن است مشکلاتی بروز پیدا کنه. هرچند ممکن است افراد به همدیگر اعتماد داشته باشن، خود اعتماد داشتن نمیتونه مجوز ای باشه که ما بگیم که خب بله. ما چون کفایت نمیکنه که ما فلان کس هم میشناسیم، اعتماد داریم، آدم خوب است، دیگه دلیل به این نمیشه که ما دیگه مثلا حجاب در مقابل از اون نداشته باشیم. دقیقاً همینطور هست. ما وقتی که یک مردی هست که در فامیل ما هست و بسیار هم مورد معتمد ما هست ولی برای ما نامحرم هست، بله. ما باید پوشش خود رو در مقابل او حفظ کنیم. مثلا طور روال است که مثلا میگن خویی که بچه خاله است، که بچه ماماست، بچه کاکاست، نه که دیگه مثل برادرای ما والیستان دیگه. چه نیاز است که ما پیش از این چادر بپوشیم یا حجاب داشته باشیم؟
یه گپ نیست. این محدوده و محرمیت و نامحرم بودن بسیار دقیق و حساس است. و او حساسیتش هم برمیگرده همونطور که شما گفتین که پسر خاله و پسر عمو همه کسایی هستن که میتونن خب افراد با هم ازدواج کنن. آخرش نگاه میکنیم ما کسایی رو میبینیم که بسیار با هم دیگر از دوران کودکی با هم صمیمی بودن، دختر خاله و دختر عمو و پسر خاله و اینها، و گفتن خب ما مثل خواهر و برادر میبریم، چرا که او حالت نگاه جنسیتی که اینها با هم نداشتن دیگه. بله. اما وقتی که با هم ازدواج کردن بسیار با هم علاقمند شدن و زندگی موفقی داشتن. اگر اینها واقعا او حالت خواهر و برادر بین اونها باشه، خب هیچ وقت نمیتونن اونها با هم ازدواج کنن. پس این برمیگرده به هم فلسفه محرم و نامحرم بودن این افراد، برمیگرده به هم بحث اینکه افراد محرم از یک سری محدودیت هایی با هم دیگه برخوردار هستن که محرم و با نامحرم نیست، و اون بحث ازدواج هست. وقتی که این افراد دخترمو و دختر خاله و اینها با پسر خاله و پسر عموشون وقتی میتونن ازدواج کنن، بله. بنابراین هیچ دلیل نداره که ما بگیم که خب ما هیچ از کوچکی با هم دیگه بودیم، مثل خواهر هست، مثل برادر هست، چون که نمیتونن مثل خواهر و مثل برادر باشن. بله. وقتی اینها میتونن در جایگاه همسر برای یکدیگر قرار بگیرن و یک نگاه دیگه به هم دیگه داشته باشن، بنابراین اون نگاه خواهرانه و برادرانه صرف فقط میتونه یک تعارف باشه، یک تشریفات باشه، این واقعیت نیست، واقعیت چیز دیگری هست. و از سوی دیگر هم ما خب کسای دیگر هم هستن که ما وقتی میگیم که خب با اینها که ما نمیتونیم خب این رابطه رو داشته باشیم، میگیم که ها حتما با اینها ازدواج کنیم، چون من میخوام با پسر خاله خودم، چون میخوام ازدواج کنم، ممکن است یک زمانی ازدواج کنم، حالا از این روی بگیرم. ولی نامحرم های دیگه مثل شوهر خاله و شوهر عمه و خب داماد خانواده که این شرایط رو ندارن. ما در گستره روابط خانوادگی خودمون مثل همون روابط اجتماعی که گفتیم، وقتی که افراد با عفت و پوشیدگی بیشتری ظاهر میشن، میگیم امنیت دارن دیگه در جامعه. میگیم این یک زن وقتی در جامعه وقتی پوشیده تر ظاهر میشه، هم مرد در جامعه و آرامش روانی داره و هم زن خودش امنیت داره، امنیت خاطر داره، امنیت روانی داره و امنیت جسمی داره. بله. این اتفاق در بین خانواده هم به همین شکل هست. یعنی اینطور نیست که ما به کسایی که به اونها اعتماد داریم و اونها را قبول داریم و بگیم که اینها بنابراین در مقابل اونها هیچ نیازی نیست که ما هیچ حجابی را داشته باشیم. ده. قطعاً در مقابل اونها باید حجاب داشته باشیم و حتی باید عفیف‌تر هم باشیم، چرا که روابط گاهی صمیمانه میشه، زیادتر میشه و او حساسیت ها بیشتر میشه. بله، قطعا چون رفت آمد زیادتر هست، رفت آمد زیادتر امکان داره بسیاری از مردم خب در بیرون هستن، او که داخل خانه و منزل که نمیان که دیگه سر یک دسترخوان بشینن یا رفت آمد داشته باشن، ولی خب حال اینا رفت آمدشان تنگاتنگ هست، حتی امکان داره که بیاین ساعت ها و حتی مثلا در چند روز امکان داره اگر به صورت سفر باشه مثلا بیاین گرد هم باشن در سر یک دسترخوان بشینن. پس این دقیق تر و حساس تر هست، بسیار حساس هست و اون روابط سالم خانواده رو واقعا تحت شعاع قرار میده. اگر یک زن این تصور رو داشته باشه و یا حتی اون مرد تصور داشته باشه که من خب دامادی خانواده است و یه خواهر زن ما باید با من راحت باشه. بله. و حتی این تصور رو میبینیم در بعض خانواده ها، میبینیم که من خودم به چشم خودم دیدم که برادر شوهر که هم یه ور میگن مثلا توقع داره که زن برادرش با او راحت باشه، میگه خب من که غریبه نیستم و حتی با او بر میخوره، اگر به طور مثال اگه او بیایه و یک چادر سرش کنه و یک محجبه تر باشه، میگه من که غریبه نیستم، چرا باید پیش مای همچین پوشش رو داشته باشه. یک تصور بسیار غلطی است که متاسفانه در بین برخی از افراد همچنان ای وجود داره و فکر میکنن که خب یه ور ما مثلا داماد خانواده ما به ما هست، درست است نامحرم است ولی مثل محرم هست. درست است مثل محرم هست، یعنی که ما حق نداریم وارد او حریم خصوصی اون بشیم، اما نامحرم هست، چرا که اگر ما رفتاری از ما سر بزنه که
ممکن هست زندگی او را و یا زندگی خودم را تحت شعاع قرار بده. حالا معلمی وقت خلاص است، سوالات دیگه که باقی مانده انشاءالله در هفته آینده پاسخگو خواهیم بود. تشکر میکنیم از صحبتهای شما و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین، حتما در روزهای آینده هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان، التماس دعا داریم از یک یک شما عزیزان در لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل. خدا نگهدار.